طرحواره هایی که باعث شده این حفاظ ها و نرده های پنجره ها شکل بگیرن الهامات متنوعی داره، از طبیعت بگیر. داخل خیلی از اینا شما گل های متنوعی میبینید، برگ درختان رو میبینید، تا نقش مایه های تذهیب که یک هنر اصیل ایرانیه. از طرف دیگه شما نقوش هندسی رو هم میبینید که هم خیلی ایرانیه و هم خیلی مختص به شهر تهران. من سروش مهاجری هستم، معمار و پژوهشگر معماری معاصر تهران. من مدیریت یک صفحه اینستاگرامی رو دارم که داخلش پنجره های تهران رو ثبت میکنیم که با حفاظ ها و نرده های زیبایی تزیین شدن. از اواخر دوران قاجار این پنجره ها تقریبا شکل میگیرن با نرده ها و حفاظ هاشون. از پهلوی اول و به خصوص توی پهلوی دوم، معمار، ریختگر و صنعتگری که درگیر این پنجره ها میشن شروع میکنن به طراحی کردن. پس از انقلاب یک وقفه ای افتاده بوده و الان تقریبا توی 20 سال اخیر معمارایی هستن که دوباره دارن این رو احیا میکنن. توی این چند سالی که حداقل من توی تهران قدم زدم، پراکندگی این پنجره ها همه جا بوده، ولی یک فرق عمده هست، اینکه ما هر چقدر از مرکز شهر به سمت پایین میاییم به دلیل اینکه فرم ساختمون ها ساده تر میشه، کاری که انجام میده اینه که یک جزئیات خاصی رو مثل همین پنجره ها یا نرده های ایوون ها و تراس هایی که داشتن رو طراحی کنن. در نتیجه تنوع الگوها از مرکز شهر به سمت پایین اینا خیلی بیشتره. شاید چیزی که خیلی شگفت زدم کرد اون پنجره‌ایه که توی سرای منظری است که حس میکنم شبیه هرکوله. به نظرم اصلا انگار یک روایت عجیب غریبی رو داره صورت میده. خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته که آدم ها نسبت به شهرهای خودشون شروع کنن یک همچین پروژه های شخصی رو رقم بزنن. خیلی خوشحال میشم که ما آدم هایی که حداقل دغدغه شهرهامون رو داریم بتونیم چشم های مردم رو نسبت به چیزی که اطرافشون داره اتفاق میفته تو همون شهر حساس بکنیم، و این خیلی مهمه که ما نسبت به شهرامون حس تعلق داشته باشیم که متاسفانه هر روز داره کم رنگ میشه و کاری هم از دست ما جز این کارا بر نمیاد.